سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه ششم ماه قوس سال 1394 هجری خورشیدی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. انتقاد از مصرف 13 میلیون دلاری شورای عالی صلح ولایت بغلان. دوازده پروژه خوب در ولسوالی ما انتخاب کرده میتونستیم. این مردم هم برش زمینه کاری مساعد میشد و در زمین یک تغییر میامد به این بغلان. پخش تصویرهای سربازان اسیر شده ارتش به دست طالبان پس سرنگونی یک چرخبال نیروها در پشتونکوت فاریاب. هشدار شورای ولایتی کندوز از خاموشی نهادهای امنیتی در برابر طالبان در این ولایت. خطرناک شده رئیس، اگر دو ماه سه مرحلت زمستانی دشمن را کنترل نکنیم در بهار کندوز سقوط میکنه، اینمی رسان را ثبت کنه. آمادگی شرکت موترسازی شفرولت برای فعال ساختن یک شاخه‌اش در ولایت بلخ. با توافق فرانسه و روسیه برای پیکار مشترک با حراس افغانی به ویژه داعش در سوریه. مشروع خبرها. 13 میلیون دلار به نام روند صلح تنها در ولایت بغلان به مصرف رسیده. رئیس شورای عالی صلح بغلان مصرف شدن 13 میلیون دلار را سوی نهاد تایید میکند، اما میافزاید که این پول ها بیجا مصرف شدند. در همین حال فعالان جامعه مدنی بغلان میگویند که اگر این پول ها به گونه درست به مصرف می رسیدند امروز در بغلان جنگ نمی بود. حمید شیرزای از بغلان در این باره گزارش فرستاده. روند صلح در ولایت بغلان تا کنون 13 میلیون دلار هزینه برداشته است و این پول ها در برابر رهایی بیش از 1000 مخالف مسلح دولت به مصرف رسیده است. اما مسئولان شورای عالی صلح در بغلان میگویند که این پول ها بیجا مصرف شدند. 14 ولسوالی داریم. در هر ولسوالی که یک میلیون دلار بسیار زیاد پیس است. یک لیسه یک لک دلار مصرف داره. یعنی 12 پروژه خوب در هر ولسوالی ما انتخاب کرده میتونستیم. این مردم هم برش زمینه کاری مساعد میشد و در زمین یک تغییر میامد در این بغلان. شماره از اعضای شورای ولایتی بغلان روند صلح را در این ولایت ناکام میدانند. اگر همی بودجه 13 میلیون دلار میگین، اگر 5 میلیون دلار از این مطلقا درست برای درست مصرف میشد، ما امروز مطمئن بودم که در بغلان ترق نمیشونیم. از سوی دیگر فعالان جامعه مدنی در این ولایت بر پاسخگویی کسانی که این پولها را به مصرف رسانیدند تاکید میورزند. گفتگوهای صلح یا کارکرد شورای عالی صلح در افغانستان تاثیرگذار می بود. امروز وضعیت امنیتی به این حد که ناامن است و مشکلات امنیتی وجود داشت وجود نمی داشت. از آغاز روند صلح در بغلان تا کنون در حدود 1300 مخالف مسلح دولت به روند صلح پیوستند، اما با باور باشندگان این ولایت هر سال ناامنی ها در این ولایت افزایش یافتند. با این هم امسال روند پیوستن مخالفان مسلح دولت کند بوده است. تصویرهای 15 سرباز ارتش که 3 روز پیش پس از آماج قرار گرفتن چرخبال حاملشان از سوی طالبان به دست افراد این گروه افتادند پخش شدند. در این رویداد که در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب رخ داده، 3 تن دیگر از این سربازان جان باختند. وزارت دفاع ملی در این باره چیزی نمیگوید، اما مقامهای محلی از تلاش ها برای رهایی سربازانی که در بند طالبان هستند خبر میدهند. گزارش تمیم حمید را در این باره ببینید. از مرگ نجات یافتند، اما به بند جنگجویان مخالف افتادند. ظاهرا اینجا روستای خواجه موسای ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب است و هنوز لحظات زیادی از سقوط چرخبال این سربازان در این محل نمی گذرد. بخشهایی از سر و صورت بیشتر این نظامیان در این رویداد سوخته است. جنگجویان مخالف در تلاشند تا سربازان ارتش را هرچی زودتر از این منطقه به جای دیگر منتقل کنند. به گفته مقام‌های محلی، شمار سرنشینان این چرخبال 18 تن بود که 3 نفرشان کشته شدند و بقیه به دست طالبان افتادند.
ارتباطات غیر مستقیم وجود داره. من مستقیما خودم با اونا در تماس نیستم. تلاش ها از طریق شورای صلح، اعضای شورای صلح و متنفذین و بعضی نهادهای خیریه ای که در اینجا فعالیت دارن ای جریان داره. اونا از ما تا هنوز به ارتباط آزادی سربازای اردوی ملی کدام خواست مشخصی از ما فعلا مطرح نکردن. در این میان شماری از اعضای شورای ولایتی فاریاب بر نیاز به رهایی هر چه زودتر این نظامیان دربند تاکید می‌ورزند. این مشخصا وظیفه حکومت است که در رابطه با نجات اسرا گام جدی مؤثر برداره تا بتونه که همین اسیرا را از چنگال طالبان نجات بده و به خانواده‌شان بازپس بگردانه. مقام های دولتی در آغاز سقوط این چرخبال را رد می کردند. اما در این تصویرها دیده می شود که این چرخبال پس از سرنگونی کاملا از بین رفته است. طالبان گفتند که این چرخبال را آنان سرنگون کردند. تلاش کردیم تا در این باره دیدگاه وزارت دفاع ملی را نیز داشته باشیم. اما با تماس های بسیار پاسخی نیافتیم. شما را از باشندگان و نمایندگان شورای ولایتی کندوز در برنامه زیر نام حماسه سرخ دفاع از کندوز هشدار می‌دهند که اگر به این ولایت توجه جدی نشود شهر کندوز پس از زمستان با خطرهای جدی روبرو خواهد شد. باشندگان کندوز از سربازگیری های طالبان و آمادگی های این گروه برای آغاز نبرد در بهار آینده نگران هستند. فعالان جامعه مدنی کندوز از حکومت می‌خواهند تا جلوه بسیج طالبان را در این ولایت بگیرد. طارق مجیدی در این باره گزارش می‌دهد. در این نشست نگرانی‌ها بر اینند که اگر به پاکسازی کامل هراس‌افکنان در شهر کندوز توجه نشود، کندوزیان گواه روزهای بدتری خواهند بود. خطرناک شده رئیس، اگر دو ماه سی مرحله زمستانی دشمن را کنترل نکنیم، در بهار کندوز سقوط می‌کند، اینی رسانه حساب کند. فرماندهان نظامی در این ولایت مانند کمیسیون حقیقت یا به سقوط شهر کندوز از ناهماهنگی ها در میان سران نظامی در این ولایت سخن می زنند. دول ما به نام کندوز ایجا است. لوای نظم ما وقت داخل تشکیل می ریمان 100 نفر ولی ما خود تخار مصروف هستیم. ولی ما در بدخشان مصروف هستیم. لوای اردو ملی جا حضور دارد. وقتی برای ما 50 نفر که دست درک جنگ شدید است. پولیس شهید داده. پولیس زخمی داده. ما نداریم، ما فعلا در بدخشان مصروف هستیم و ما هم با ایمانتر و راسختر و شجاعتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است. رئیس جمهور غنی در پاسخ به این نگرانی ها و پرداختن به یافته های کمیسیون حقیقت یاب سقوط شهر کندوز به روز پنج شنبه برای بار دوم به این ولایت سفر کرد و به کندوزیان نوید روزهای بهتری داد. هدف ما ایست که دولت به دولت خدمتگار مبدل شد، نه دولت زورگو و نه دولت بی‌پاسخ. قسمت دوم تقاضایتان ای بود، همچنین در قسمت اردوی ملی قماندانه که گریخت امروز تحت محاکمه نظامی است. اما رئیس جمهور در این دیدار به نگرانی های کمیسیون حقیقت یاب سقوط شهر کندوز درباره ناهماهنگی ها و پیچیدگی های ساختاری در دفتر شورای امنیت ملی پاسخی نمی‌دهد، چیزی که به باور این کمیسیون یکی از عوامل اصلی افتادن شهر کندوز به دست طالبان دانسته می‌شود. مقام ها در ولایت هلمند می گویند که طالبان در ولسوالی مارجا برخی از بخش ها به ویژه خانه های سربازان پلیس محلی را آتش زدند. طالبان پس از تصرف بازار کمپ در ولسوالی مارجا چند روز پیش این بخش ها را آتش زدند. در حال حاضر این بازار را نیروهای دولتی پس گرفتند، اما برخی از بخش هایی که بازار کمپ را به مرکز ولسوالی مارجا وصل می سازند هنوز هم در اداره طالبان هستند. عبدالله حمیم از ولایت هلمند در این باره گزارش فرستاد. بازار کمپ ولسوالی مارجای ولایت هلمند پس از بیرون شدن از اداره طالبان. در این میان خانه های شماری از سربازان پلیس محلی نیز با آتش کشیده شدند. مسکورات و چدی را لا مخالفین بالا دغه کوروت ورونه را چولې شاید علی اس وګوري مشو طالب سره مخامخ نور غند جنگ ور سره کوي دایره ولار سوې دي زما د ورور باغ دي دغه شمسانیه چې په قیامت رانی ولې په شخصي دغه سره دغه شمسانیه ټک ټک طالب را ولار سوې دي وشتلې. در روزهای اخیر این بخشا گواه نبردهای سنگینه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت بودند.
خپل د خاورې د پاره د خپل وطن ساتنه کړي. هغه دلته د ملنګ ګلی مولا سره ټوله دا یو ځای سوي دي په کمربند کې دي، او کمربند هم واقعا هم چې د مرجع بچیانو ساتلی دي او د مرجع خلکو ساتلی دي، او د مرجع په ولسوالۍ کې انشاءالله چې داسې زمریان وي هغه به د خپل ننګ او د خپل ناموس او د خپل خاورې ساتنګه به کوي. بیش از یک ماه از حمله های اخیر طالبان بر بخش های عدلمند میگذره. در حال حاضر هم در بخش های از این ولایت نیروهای دولتی در برابر جنگجویان مخالف میرزند. یک زن 22 ساله که باردار بود خودش را دیشب در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب حلق آویز کرد. تا کنون انگیزه این رویداد روشن نشده، اما پلیس در این پیوند همسر این زن را بازداشت کرده. خانواده این زن همسرش را مقصر قتل دخترشان می دانند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. همزمان با کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان، جسد زن بارداری به دست آمده است که در ولسوالی پشتونکوت ولایت سرپل القاویز شده است. در همین حال مسئول تبعدلی ولایت فاریاب میگوید که این زن باردار بود. وقتی که شکم شدیدیم کم بالاتر بود، وقتی که معاینات تلویزیونی انجام دادیم 27 هفته، یعنی تقریبا 7 ماه در این حدود حمل داشته. خانواده این زن 22 ساله القاویز شده همسرش را مقصر اصلی این رویداد میدانند. بر کشلاقا کیسه از برادر داره، برادر چهار هفتن که یا پسه ساره آدم دوباره کلاله همه بر اولادم کردن تلپن پلپن دقیم خوی مدلک بر یا ویلتا یا قاسه بر مشکل بسه بر زنگ بسه بر گفتن بر سلامتن سورسه بلمینن گناهین بلمینن انا شو هر نشتان مقصد کلیله وریدله او ساره قچب کلیده راستی فی اکی دار قچب کلده ارگان ارگانگه. این در حالی است که برای 16 روز کمپاین مو خشونت در برابر زنان در کشور ادامه دارد و زنان در گرد همایی های گوناگون و حرکت های نمادینی خشونت در برابر زنان را نکوهش می کنند. معنا گفتن خشونت علیه زنان می باشد و امیدوار هستم که با این کار ما یک نتیجه خوبی در سطح کشور داشته باشیم. با جمعی از فعالین فرهنگی خود به ساحه آمدیم، به میدان آمدیم تا به خشونت علیه زنان نبگوییم. ما بر مردم این پیام را برسانیم که دیگر خشونت علیه زنان بس است. این در حالی است که آمار خشونت ها در برابر زنان در 6 ماه گذشته تا 7.32% افزایش داشته است و گفته می شود که فرهنگ معافیت از مجازات و بی‌پروایی حکومت به این رویدادها تیغ خشونتگران را برنده تر ساخته است. و شورای ولایتی لغمان شمار از مسافران و رانندگان در شهرهای کابل جلال آباد از افزایش ناامنی ها در این شهرها نگران هستند. شماره از این مسافران و رانندگان میگویند که در بخشهایی از این شهرها به ویژه در مسیر ولایت لغمان مسافران حتی آماج حمله های مردان مسلح قرار میگیرند. در همین حال والی لغمان میگوید که این مشکل را با حکومت مرکزی در میان گذاشته و به زودی به تامین امنیت این شهرها اقدام خواهد شد. از این کوههای بلند مخالفان مسلح مسافران شهرهای کابل جلال آباد و رانندگان را نشانه می گیرند و بر آنان شلیک می کنند. روزانه تخت توخته پوجا کمیتی زوکونو باندې هغه باندې فایر کیږي که ولسی خلک می که شخصی ټانکرو باندې کیږي. غن راضی وخیز خپل کار پسې هغه یالاس کا 15 کا 15 کا طرح غری دی 200 اردو پولیس به شر راضی وسینه رسیدي د پولیس امنیت حکان کمی ایسومی یا چارایی نرسیده در ایج هم که از دوز میبره او دستایی کاک هم دوز میبره. شماره از اعضای شورای ولایتی لغمان نیز از افزایش نامنی ها در شهرهای کابل جلال آباد سخت نگران هستند. مخالفین رو در وقت نه وقت تک تک کول پا امنیتی پوستو بانده پا امنیتی ارگانو رو بانده در موجب در باید در خفگان گردی یا در افسوس خبره ده. لغمان بسه ها که مخالفین که در سوی خلق بازابی یا مشکلات پیخ کردی نو یوازی لغمان یا یوازی طول افغانستان که جنگ روان ده، یوازی لغمان ساحه نامنه نده، زمان نده کابل ساحه دیر نامنه ده. در همین حال والی لغمان اطمینان می‌دهد که به زودی برای تامین امنیت این شهرها حکومت مرکزی اقدام خواهد کرد. در زین لورو ساحو څخه زین مخالفین یا زین فرصت طلب هغوی عام مسافر ته توان رسوي چې دا موضوع موږ د دفاع محترم وزارت داخلی محترم وزارت در رهبری سره مطرح کړی. تنها شورای کابل جلال آباد نیست که گوی افزایش نامنی ها و شلیک مخالفان به رانندگان است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر.
ادامه خبرها. روسیه و فرانسه بر همکاری های مشترک استخباراتی در پیکار با گروه داعش توافق کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور فرانسه در مسکو میگوید با آنکه رئیسان جمهور هر دو کشور بر همکاری مشترک استخباراتی در آماج قرار دادن داعشیان در خاک سوریه به توافق رسیدند، اما بدون حضور نیروهای زمینی شکست گروه داعش در خاک سوریه ناممکن است. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته که سیستم های موشک S-400 این کشور برای مسئولیت هواپیماهای روسیه در خاک سوریه جابجا شدند. در اوج افزایش تنش‌ها میان ترکیه و روسیه، رئیس جمهور فرانسه به مسکو سفر کرد تا پشتیبانی روسیه را درباره تبادله اطلاعات در پیکار با گروه داعش به دست آورد. با آنکه در این نشست فرانسه اولاند و ولادیمیر پوتین بر همکاری‌های مشترک استخباراتی در آماج قرار گرفتن داعشیان در خاک سوریه و جلوگیری از آماج قرار گرفتن دیگر گروه‌ها که با داعش در نبرد هستند توافق کردند، اما درباره حضور بشار الاسد در حکومت آینده سوریه به توافق نرسیدند. بدون همکاری نیروهای زمینی در خاک سوریه، پیکار با گروه‌های هراس‌افکنی موفقانه انجام نخواهد شد. دیگر نیروها با استثنای ارتش سوریه در میدان نبرد حضور ندارند تا مناطق اشغال شده را از نزد داعشیان پس بگیرند. از سوی هم روسیه در یک اقدام بی‌پیشینه سیستم های دفاعی موشکی S-400 را در خاک سوریه به خاطر جلوگیری از آماج قرار گرفتن جنگنده های این کشور نصب کرده است. ما همه همکاری های نظامی مان را با ترکیه قطع نمودیم و سیستم های موشکی S-400 روسیه در سوریه جابجا شدند. این سیستم موشک های دفاعی در حال در پایگاه روسیه در سوریه جابجا شدند که رئیس جمهور ترکیه از بر آماج قرار گرفتن جنگنده روسیه پوزش نخواست. و عربستان سعودی بیش از 50 تن را در پیوند بعد از داشتن در فعالیت های حراس افغانانه و دیگر جرایم در این کشور اعدام خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل از تصمیم عربستان سعودی در این باره ابراز نگرانی کرده و گفته که ریاض به بهانه پیکار با حراس افغانی کسان را که با حکومت این کشور مخالفت سیاسی دارند مجازات می کند. به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. و این همچند خبر اقتصادی. یک شرکت موترسازی آمریکایی در نظر دارد که یک کارخانه بسته‌بندی موترهایش را در ولایت بلخ بسازد. مسئولان امور اقتصادی ولایت بلخ میگویند که شرکت موترسازی شفرولت با سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری یک کارخانه بسته‌بندی موترهای این شرکت را در ولایت بلخ خواهد ساخت. عارف موسوی از ولایت بلخ در این باره گزارش فرستاده. مسئولان محلی ولایت بلخ میگویند که مسئولان شرکت موترسازی شوالیت اعلام کردند که با سرمایه گذاری میلیون ها دلار یک کارخانه معیاری بسته‌بندی موترهای این شرکت را در ولایت بلخ میسازند. آنان میگویند که این کارخانه در شهر مزار شریف ساخته خواهند شد و با ایجاد آن موترهای شوالیت مورد نیاز بازارهای منطقه و کشور در آن بسته‌بندی و به بازارها عرضه خواهند شد. حدود 5 میلیون دلار ضرورت است و سامانالاتی که از خارج از کشور انتقال داده میشه و در او جاگزین میشه و تعدادی که این رهبری میکنن جنرال یا مسلکیانی که در این عرصه گماشته میشن اونا هم تربیت دیده همین کمپانی شوالیت هستند. از سوی هم مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع با استقبال از سرمایه گذاری شرکت شوالیت در ولایت بلخ میگویند که این کار گذشته از افزایش درآمدهای ملی زمینه را برای گسترش سرمایه گذاری های شرکت های امریکایی در بلخ فراهم خواهد. سرمایه گذاری هست و این سرمایه گذاری هم که روی دست است همونطوری که شما گفتین کمپانی شوالیت، ما فکر میکنیم یک گام بسیار خوب است و ما به نظر نیکی نمیبینیم تا این بتانیم ما از این کمپانی ها ما کارزا باشه. ولایت بلخ به علت این که در 14 سال گذشته از امنیت نسبی برخوردار است، بستر مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و گفته می شود که آغاز کار شرکت شوالیت در ولایت بلخ شمار از شرکت های معتبر جهانی را نیز برای سرمایه گذاری ها در بخش های گوناگون در این ولایت علاقه‌مند خواهند ساخت.
و شماره از باشندگان پایتخت شهرداری کابل را به وعده شکنی و دروغگویی در ساخت جاده های شهری متهم می سازند. آنان می گویند که بارهای نهاد تعهد کرده تا کار پروژه های تمام ناشده را در شهر ادامه دهد، اما این پروژه ها تا کنون عملی نشدند. از سوی هم باشندگان کابل می گویند که اداره شدن شهرداری کابل از سوی سرپرست ها سبب بی‌بندوباری ها و فساد در پروژه هایی که از سوی این نهاد عملی می شوند شده است. و بیننده های ارجمند، رویدادهای های ورزشی خبرهای امشب را همکارم مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک، تشکر میکنم، سپاسگزارم. و خبرهای ورزشی تا چند لحظه دیگر. سلام، و این هم چند خبر ورزشی. از روز جهانی فوتبال پای دختران در کابل تجلیل شد. فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری فیفا کارگاه و فستیوال دروزه را در کابل برگزار کردند. در این کارگاه آموزشی 38 مربی دختر به صورت نظری و عملی آموزش دیدند و روز پایانی این کارگاه با برگزاری فستیوال فوتبال پای همراه بود که در این برنامه 200 طفل حضور داشتند. مسئول برگزاری این فستیوال میگوید که برگزاری فستیوال فوتبال پای دختران در رشد و پیشرفت فوتبال در میان دختران تأثیر مثبت دارد. 36مین دور کارگاه آموزشی تکواندو یا ایتف در ولسوالی پغمان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی 100 ورزشکار از باشگاه‌های کابل و ولایت‌های کنر و میدانوردک حضور داشتند و به مدت دو روز زیر نظر شعیب رحمانی تازه‌ترین تاکتیک‌ها و قوانین ایتف را آموزش دیدند. تیم های تایتان مرکوری آمریکا و بیمه رازی ایران بعد دیدار پایانی دومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه جهان راه یافتند. در مرحله نیمه پایانی رقابت ها تایتان مرکوری آمریکا در برابر تاشر آرمنستان با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید و در دیگر دیدار تیم های بیمه رازی و کفایتی مشهد ایران به مسافه هم رفتند که این دیدار با برابری 4-4 به پایان رسید، اما بیمه رازی با امتیاز مثبت 7-16 و پیروزی رسید و عریف نماینده آمریکایی در دیدار پایانی نقابت ها شد. هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ اروپا با برتری لیورپول، ناپولی، ویاریال و اولمپیک مارسی خاتمه یافت. در گروه نخست آژاکس هالند 2-1 در برابر سلتک به پیروزی رسید و فنرباخچه ترکیه 2-0 مهمانش مولدن ناروی را شکست داد. لیورپول هم در برابر بوردو به برتری 2-1 دست یافت. لیورپول با این پیروزی 9 امتیازی شد، سود خود را قطعی کرد. در گروه چهارم ناپولی با گل دقیقه 41 چرچس در خانه بروژ بلژیک پیروز شد و با 15 امتیاز به مرحله بعدی رقابت ها صعود کرد. باشگاه منچستر سیتی انگلستان به میسی پیشنهاد 56 میلیون یورو در سال را پیش کرده است. پیشنهاد رسمی باشگاه منچستر سیتی به دست رئیس باشگاه بارسلونا رسیده و بر بنیاد گفته های رسانه های اسپانوی پیشنهاد 170 میلیون یورو برای 2 سال است و همچنان باشگاه منچستر سیتی از آمادگی این باشگاه برای پرداخت سالانه 56 میلیون یورو به لیونل میسی خبر داده است. خانه و موتر نیز به اختیار و انتخاب آزادانه میسی تهیه خواهد شد، اما بارسلونا تا هنوز درباره این پیشنهاد واکنش نشان نداده است. برنامه های دیگر طلوع نیوز را هم ببینید. خدا نگهدار.